بهش فشار نیار. مردا دوست ندارن بهشون زور بگی، مخصوصا از طرف زن. یواش یواش. نفهمیدم منظورت از یواش یواش چی؟ این که بخواین به هم نزدیک بشین. عجله نکن، همه چی قلق داره. اون همیشه اینجاست، به تو خیلی نزدیکه. فرارم نمی کنه. ولی اگه بهش فشار بیاری و باهاش لجبازی کنی، اون وقته که فرار میکنه. منظورمو گرفتی؟ معلوم نیست به چی فکر میکنید. موضوع رو بزرگ کردی. این رابطه غیر ممکنه که بین من و مهنت به وجود بیاد. ولی پیش میاد. حسم به هم دروغ نمیگه. فعلا از این موضوع حرفی نزنیم، چون خوشم نمیاد. باشه، هر جوری که راحتی. هر وقتم چیزی لازم داری من کنارتم. گوشاتو خوب باز کن. از این دو سه روز نهایت استفاده رو بکن. به من اعتماد داشته باش. من میخوام برم یه لیوان آب میوه بخورم. اینا کجا رفتن؟ پیداشون نیست. یه جشن سالگرد گرفتن. کسی به ما محل نمیده. جشن کی؟ مگه خبر نداری؟ دارن سالگرد ازدواج شهیر خانم و آقا سلیمان رو جشن میگیرن. چرا کسی به من چیزی نگفت؟ نمیدونم، شاید از این کارشون منظوری داشتن. خلاصه در مورد این حرف نزنیم. حالا فردا میگن فضولی کردم. از این نگرانی دارم میمیرم. دیگه نمیتونم تحمل کنم. نمیخوام از هم دور باشیم. من دیشب اومدم تو اتاق تا باهات حرف بزنم. من فرار نمی کنم. خب شهیر خانوم، به سلامتی 35 سالگرد ازدواجمون. به سلامتی هممون. به سلامتی نوش جونتون. خیلی ممنون. جشن گرفتین و منو دعوت نکردین. فقط خواستیم دور هم باشیم. جشن گرفتن بهونه است. باشه، خب چرا به من نگفتی؟ حداقل یه جشن بزرگتر میگرفتی. اینجور جشنا به درد تو نمیخوره. کسی که میره تو با جشن میگیره، حالا بیاد بشینه تو آشپزخونه؟ نفهمیدم منظورت چی؟ منظورم اینه که آدم ها فرق میکنن. هر کی یه جور جشن خودشو میگیره. چیز بدی گفتم؟ فقط گفتم آدم ها بستگی به موقعیت خودشون با آدم های خودشون جشن میگیرن، چون اینطوری بهتر زبون همدیگر میفهمن. جمیله، برو برای نهالم یه صندلی بیار اینجا بشینه. نه ممنونم، فقط بهتون تبریک میگم و میرم. مبارک باشه، همیشه خوشبخت باشه. ممنون عزیزم. ممنون دخترم. مبارک خدا حفظت باشه. کنه. مزاحمتون نمیشم، با اجازه. خداحافظ. خداحافظ. آفرین به تو بشیر. اینجوری با این دختر حرف میزنی؟ چرا دلشو شکوندی آخه؟ بشیر، من نمیفهمم چرا اینجوری بهش گفتی؟ تازه کمشم بود. خودتون دارین این روزا میبینین چه جوری با ما رفتار میکنه، خصوصا با من. ولی خیلی زشت بود، نباید اینطوری باهاش حرف میزدی. نگران نباشین، اون بهش بر نخورده، چون اصلا به این حرفا اهمیت نمیده. خیلی خوب، دیگه نوشیدنیاتونو بردارین. به سلامتی همه. یالا. نگران نباش، من صبح براشون کادو میگیرم. برای یه مراد یه اسباب بازی میگیرم و برای یه نهالم یه دفتر موسیقی. حواست بود امشب مهند زود برگشت خونه، نمیخواست حالا که ما نیستیم بچه ها تنها بمونن. از این کاراش خیلی خوشم میاد، حداقل خیالم از بابت بچه ها راحته. ولی اشتباهی که نهال همه جا میبره. چه بلایی سر خودش آورد. حالا مگه نهال ولش میکنه؟ چیزی شده عزیزم؟ من چیزیم نیست. از موقعی که رسیدیم ناراحتی؟
منو گول نزن، بگو چی شده. خواهش میکنم، من طوریم نیست عزیزم. ما به خواست تو اومدیم اینجا، ولی الان فکر میکنم پشیمونی. چیزی شده؟ فقط یکم خستم. اگه خسته ای به جای بیرون همینجا شام میخوریم، بعدش هم استراحت کن. نه تو این حد عزیزم، این اولین باره که با عشقم میام لندن، پس مهم نیست. خودتو برای یه شب رویایی آماده کن. حتما عزیزم. میرم آماده بشم. عزیزم به خاطر چشمات هم که شده نمیشه زیاد پای کامپیوتر بشینی. باشه الان برمیگردم. ای بابا معذرت میخوام. چی شده؟ هیچی، فقط میخواستم باهات حرف بزنم. اگه نمیخوای راجع به بیرون رفتن حرف بزنی، میتونی بیای تو. میخوام راجع به جشن آقا سلیمان اینا حرف بزنم. چه جشنی؟ شنیدم همه دارن میخندن و جشن سالگرد گرفتن. کسی به من چیزی نگفت. آخه چرا به من چیزی نگفتن؟ مجبور نیستم بهت بگن. معلومه که مجبور نیستن، ولی دوست داشتم دعوتم کنن. خیلی دلم شکست. از این ناراحتی آره ولش کن بابا. میدونی امروز تو نمایشگاه چی شد؟ مادمازل اونجا عشق قدیمی شد دید. مگه مادمازل عاشقم شده؟ باورم نمیشه. خیلی وقت پیشا. مال موقعی که هنوز اینجا نیومده بود. بیچاره مرده بهش خیانت کرد و از هم جدا شدم. ناراحت شدم. منم همینطور. یه بار رفت پاریس و وقتی برگشت دید اون مرده داره بهش خیانت میکنه. ناراحت کننده است، به آدم خیلی ضربه وارد میشه. ولی نه حال، این اتفاقا تو این دور زمونه خیلی زیاد شده، فقط برای مادمازل. چرا اینقدر بی احساسی؟ آخ این حرفو نزن، این اتفاق ممکنه واسه هر کی بیفته. یعنی این طبیعیه؟ مسلمه. بله چون تو یه مردی، پس خیانت کردن یه امر طبیعی میدونی. تو هم همین کارو میکنی. این حرف تو چه ربطی داره به اینکه مرد باشی یا زن؟ این موضوع به انسانیت آدم برمیگرده. آدم ها اشتباه میکنن یا گول میخورن، امکان هر اتفاقی هست، پس آدم خودش باید مواظب باشه. نباید به هیچ کس زیاد اعتماد بکنه، حتی به خودش. زندگی پر از مشکلاته، باید همیشه آماده باشی تا بتونی از پس مشکلات بر بیای، وگرنه همیشه عذاب میکشی. همیشه. عمو کی برمیگرده؟ گفتن دوشنبه صبح بعد از ظهرم نهاد و بیسان میان اینجا، چون بابا واسه کوچولوشون جشن گرفته، میخواد بهش یه کادوی گرون بده. میخوام لباس بپوشم. گوش کن چی میگم، یه فیلم خوب انتخاب کن با هم ببینی. فردا صبح بعد از صبحونه میریم یک کم پیاده روی میکنیم، نظرت چیه؟ باید ببینم چی میخوای مهمونم کنی. هرچی تو دوست داشته باشی، چای، قهوه. باشه. حالا لطفاً برو بیرون. Mr. and Mrs. Yagil, your feather stickers were taken off. Thank you. And I hope you enjoy your stay with us. Thank you very much. Thank you. اینجوری خوب شد.
سمر چی شده؟ این پسره چقدر شبیه مهنده. آره واقعا شبیه مهنده. آره واقعا. انگار که با یه هواپیمای دیگه اومده دنبالمون. Sir, in this way. Thank you. دست درد نکنه. همون یه دونه هست، اونم فردا صبح میشورم. دیگه باید بریم بخوابیم. قبل از این که بخوابین همه جا رو چک کن. بشیر همه جا رو چک کرده، نگران نباش. سلیمان واقعا یه شبه به یاد موندنی بود. از ته دل ازت ممنونم. ای بابا 35 سال که عوامو داری. این منم که باید از تو تشکر کنم، نه تو عزیزت. شبتون بخیر. شب بخیر. خروس بیمحل، چرا این زنه اینجوری تو خونه میگرده؟ لباسش اصلا مناسب نیست. نمیدونم چرا اینقدر راحته. حق با توه. فکر کنم حالت خوب نیست. نه عزیزم، یاد یه چیزی افتادم خندم میگیره. آخه کارای عجیب غریبی میکنی. نکنه میخوای برام بخونی؟ تا صبح میخوام برات بخونم. مگه چیه؟ فقط میخوام تو رو بخندونم. خیلی خوب باشه، انقدر حرف نزن. باشه برای بعد. شب بخیر. بعد از اون قهوه تلخ دیگه خوابم نمیبره. چی شده؟ خوابم پریده بود، گفتم بیام پیشت. چرا اومدی اینجا؟ برو بیرون. دیدم چراغ اتاقت روشنه، گفتم بیداری، اومدم یکم با هم حرف بزنیم. زود باش از اینجا، برو بیرون. چرا اینجوری میکنی؟ آروم باش. برو بیرون، برام بد میشه. آخه چرا باید برات بد بشه؟ ما جفتمون مجردیم، کسی به ما کاری نداره. چرت و پرت نگو، برو بیرون. ولی کارت خیلی اشتباهه. خواهش میکنم برام درد سر درست نکن، زود از اینجا برو بیرون. هر جور راحتی. شب بخیر. خیلی فیلم قشنگی بود. خیلی هم بیمزه بود. همش قصه و غم، نه اکشنی نه اسلحه‌ای. این یه فیلم عاشقانه بود. پس عشق خیلی بیمزه است مادمزه. ماشاءالله خیلی بامزه است. انگار مجبورش کردیم ببینه. خب اگه بدت میومد میرفتی میخوابیدی.
اوه نگاه کن، نفهمیدم چجوری گذشت. خوابتون نمیاد؟ زود باشین، بدوین بریم بخوابین. تونتر، زود باشین ببینم. خب دیگه من باید برم پایین. شبتون بخیر. شب شما بخیر. فکر کنم مهند بیشتر از همه ما تحت تاثیر این فیلمه، توی عالم دیگه سیر میکنه. نه حوصله‌ام سر رفت. میای با هم بریم پایین؟ بله حتما، بفرمایید. نه حال مراد، زود باشین موقعی خوابه. باشه. شبتون بخیر. شبتون بخیر. تو نمیخوای بخوابی؟ نه خوابم نمیاد، میخوام بشینم. من دارم قش میکنم، میرم زودتر بخوابم. شب بخیر. برو، شبت بخیر. حس میکنم دارم اجنانو از دست میدم. من خیلی دوستش دارم، نمیخوام از دستش بدم.
یه سرویس جدید مخصوص تیم بسکتبالمون رسیده مدرسه. اگه بدونی چقدر قشنگه؟ میدونی چه رنگیه؟ چرا حرف نمیزنید؟ مگه با هم قهری؟ وای مراد چقدر حرف میزنی؟ آخه شما اصلا حرف نمیزنید. وای انگار بابا هم اومده. آره دیدم. نهال وایسا، اون شب من خیلی باید بد حرف زدم، زیاده روی کردم، میدونم خیلی بیادبی کردم، معذرت میخوام. به همین آسونی؟ زود باش دیگه عزیزم، بچه ها رسیدن، الانه که صداشون در بیاد. سلام. خوش اومدی. سهیلا چی شده؟ چیزی نیست. سهیلا از دیشب یا چیزی شده؟ نمیدونم. جدی؟ دقیقا نمیدونم چه شده. من حواسم نبود، شاید تو اینطوری فکر میکنی. من مطمئنم یه چیزی هست، ولی مهم نیست. اون خیلی نمیتونه چیزی رو از ما پنهان کنه.